سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده روز شنبه نسبت به کاهش خطرناک امنیت و صلح جهانی به دلیل ادامه جنگ‌ها و درگیری‌های خونی در جهان هشدار داد. برای صحبت بیشتر در این باره دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی از تهران به ما پیوسته. سلام، خوش اومدید به برنامه آقای صادقی. 16 نوامبر از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی مدارا و بردباری نامگذاری شده. به صورت مختصر بیان بفرمایید دلیل این اقدام چیست؟ درود بر شما، وقت شما بخیر. خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادید. متاسفانه در دنیای امروز به جای اینکه بشر به سمت فرهیختگی بره و ادیان و اعتقادات به کمک بشر بیان، به جایی رسیده که اعتقادات باطل و تفکرات باطل و افراطی، برتری، خود برتربینی، خودخواهی باعث شده که جنگ ها بیشتر شده. متاسفانه در دنیای اسلام ما بیشتر شاهد این موضوع هستیم و افرادگرایی باعث شده که سازمان های حقوق بشری به این فکر بیفتن که این روز رو به نام مدارا اعلام کنه. بله جناب دکتر، دلیل گسترش خشونت در دنیا در سالهای اخیر علارغم باور همگانی بر لزوم آرامش و صلح از نظر شما چیست؟ به لحاظ علمی و به لحاظ آکادمیک، اون چیزی که به هر حال ما تو دانشگاه خوندیم و داریم الان تدریس میکنیم، تو ذات بشره. بالاخره انسان به دنبال منافع خودش هست و گاهی متاسفانه اینم به خشونت میانجامه. قرار بوده که با رشد جوامع و فرهیختگی انسان‌ها بتونن که با صلح و با گفتگو مسائل خودشون رو حل کنن، ولی متاسفانه افراد، خود برتربینی، که یک شخص یا فردی در هر جای دنیا فکر کنه که خودش بدون هیچ دلیلی فکر کنه که خودش برتر از دیگرانه و چه بسا با حذف دیگران و کشتن دیگران خودش به یه مرحله و به حساب بهش میره و حتی اون شخص رو هم از گناهش پاک میکنه. این باعث شده که به ویژه امروز در دنیای اسلام و متاسفانه در آسیای مرکزی و قفقاز و خاورمیانه ما شاهد تفکرات افراطی حذفی باشیم. ببینید، دین واقعی، دین اومده برای خدمت به مردم. اعتقاد درست و اعتقاد واقعی اینه که به بشر خدمت کنه. منتها متاسفانه اعتقاد باطل امروز باعث شده که عده‌ای به فکر حذف دیگران باشن و البته خشونت، همونجور که عرض کردم، منافع انسان دنبال منافع خودش، همه انسان‌ها دنبال منافع خودشونن و این یه چیز مذهبی نیست، یه چیز علمیه، ولی میشه با صلح و با اقتصاد انسان‌ها پیگیری کنن منافعشون. بله جناب صادقی، چه راهکاری برای رفع خشونت در دنیا به ویژه در مواردی چون جنگ‌های اخیر میان حماس و اسرائیل، روسیه و اوکراین و آذربایجان و ارمنستان از نظر شما وجود داره؟ بله، عرضم حضور شما، ببینید، با توجه به خودم، من دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل هستم. من حالا ببینید، راهکاری که من الان بخوام راهکاری بدم، یه دنیای امروز، یه دنیای دو قطبی از 1905، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، یه ساختار دو قطبی هست و دو قطب اصلی که غرب و شرق میشن، حالا غرب و شرق که امروز شده امریکا یه طرف و اروپایی‌ها به همراه امریکا طرف دیگه هم روسیه هستش. این ساختار یه ساختار دو قطبیه و این قدرت‌های بزرگ به واسطه نوچه‌های خودشون و قدرت‌های منطقه‌ای دنیا رو دارن مدیریت می‌کنن. این که من فکر نمی‌کنم جنگ‌ها، یعنی راهکاری بشه پیدا کرد که جنگ ها، متاسفانه حتی من فکر کنم جنگ ها بیشتر هم بشه، به ویژه اینکه افرادگرایی و به ویژه افرادگرایی اسلامی، چه شیعی و چه سنی، در خاورمیانه بیشتر شده. من فکر میکنم، یعنی راهکاری من در حداقل در کوتاه مدت نمیبینم. به نظر میرسه که یه جنگ ها گسترش پیدا خواهد کرد و در آینده دور شاید بشر به نتیجه برسه که راهکاری پیدا کنه. سپاسگزارم از شما دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی از تهران.